شنوندگان موسیقی ایرانی وقتی آوازی را میشنوند به شعر توجه کامل دارند که معنی و مفهوم اون رو درست درک کنند و این تفاهم وقتی شعر با نغمه های موسیقی خونده میشه به حد کمال میرسه و پرتو خواننده قبل از انقلاب با صدای گیرای خود و همکاری با آهنگسازان و ترانه‌سرایان توانمند خیلی خوب در این عرصه درخشید. با من تا پایان این ویدیو همراه باشین تا با زندگی نامه خانم پرتو بیشتر آشنا بشیم. معصومه پرتو اقبال یکی از هنرمندان ایرانی تو زمینه خوانندگی، متولد 1321 تو تهران که با نام هنری پرتو معروف و مشهوره. فعالیت‌های عمده این هنرمند در دهه 40 و 50 بود. پدرش هم تو زمینه موسیقی و نوازندگی فعالیت می‌کرد و از نوازندگان مشهور تو ساز تنبک بود. فعالیت هنری پرتو از کودکی و با حمایت و تشویق پدرش آغاز شد و مقدمات موسیقی و خوانندگی رو زیر نظر اساتید برجسته آموزش دید و به دلیل استعداد خوبی که تو این زمینه داشت موفق شد برای اولین بار تو سال 1345 اولین اثر خودش رو وارد بازار موسیقی کنه. پرتو در طول دوران فعالیت هنریش با استعداد و صدای گیرایی که داشت موفق شد در بین مخاطبان به خوبی شناخته بشه و به شهرت برسه و با افرادی چون علی تجویدی و رهی معیری و موسیقیدانان برجسته همکاری داشته باشه. در گذشت پرتو در خانه سالمندان کهریزک و انتشار خبری بسیار کوتاه در گوشه ای از روزنامه ها و رسانه ها نمونه ای از نوع مواجهه جامعه رسانه ای با خوانندگان زن در ایران است. خوانندگانی که شاید اگر ممنوعیت ها و موانع نبود حالا اینطور غریبانه و در سکوت تن به خاک نمی دادن و شاید رسانه ها به یاد اونها خاطره می نوشتن و از طرف دوستان اونها هم خاطراتی نقل می کردن. پرتو زمانی که ترانه عشق خود هاشا مکن او در قالب صفحه منتشر شد و تو سالهای پایانی دهه 40 اونو به شهرت رسون، امروز در خلوت و گمنامی از دنیا رفت و حتی دوستان نزدیک و دورش هم از اون یادی نکردن. اون خواننده‌ای بود که تو سال 1345 نشریه روشنفکر با انتشار عکسی از اون تو صفحه اول روزنامه نوشت پرتو 3 میلیون نفر هواخواه داره. در سال 1345 که جمعیت ایران 25 میلیون نفر بود، شاید این نوشته روزنامه روشنفکر کمی اقرارآمیز به نظر بیاد. اما اون زمان رادیو تنها رسانه رسمی کشور و شاید مهمترین سرگرمی عمده مردم سراسر ایران بود و اینکه خواننده تو اون سالها با همچین اقبالی روبرو بشه پدیده غریبی نبود و هر لحظه امکان داشت ترانه ای و صدای چنان تأثیری روی مخاطب داشته باشه که همه خواهان و بازپخش ترانه باشن و ترانه و صدایی که به سرعت گل می کرد و سر زبون ها می افتاد. پرتو در زمان مرگش 79 سال داشت. مرگی که روند آن با ابتلا به سرطان از چند سال قبل شروع شد و در نهایت در هفتم تیر ماه 1400 به زندگیش پایان داد. اون متولد 1321 بود و تو خانواده‌ای به دنیا آمد که پدر بزرگش قاسم قراب و عموهاش همه از هنرمندان فعال تو زمینه موسیقی بودند. قاسم قراب و برادرانش از سالهای اولیه شکل‌گیری رادیو به جمع هنرمندان این رسانه پیوستند. جد اونها هم مرحوم سید زین العابدین معروف به قراب از خوانندگان معروف و بزرگ زمان قاجاریه بود. قاسم قراب از هنرمندان قدیمی رادیو به شمار می رفت و تلاش کرد تا نوه خود را هم در مسیر موسیقی هدایت کند. برای همین پرتو را به مدرسه موسیقی فرستاد که همکلاس خوانندگانی همچون اهدیه و محسی شد و تلاش‌های زیادی کرد تا دخترش به قله‌های شهرت و اعتبار برسه. پرتو 22 ساله بود که اولین اجرای خودش رو تو تلویزیون به معرض تماشا گذاشت و تو دو سال اول فعالیت در مقام خواننده چندان موفقیتی نداشت، تا اینکه قاسم قراب راه چاره رو در این دید که به یکی از بزرگان موسیقی و آهنگسازی اون زمان متوسل بشه، علی تجویدی. تجویدی تو اون سالها برای هر خواننده‌ای که اثری نوشت اون خواننده به شهرت و اعتبار رسید و پیرو همین مسئله خیلی‌ها بر این باور هستند که به رغم این که خانم پرتو ترانه‌های اجرا کرده بود اما تا قبل از ترانه عشق خود را هاشا مکن شهرتی نداشت. شاهرخ نادری تو کتاب خاطرات شما و رادیو گفته دوستی قاسم قراب با تجویدی سبب شد تا علی تجویدی که آهنگ‌هاشو با
زر و سر روی دست می بردن روی شعری از معینی کرمانشاهی آهنگی برای پرتو بسازه که باعث شهرت واقعی این خانم شد. اگرچه بعدها مرضیه هم این ترانه رو خوند، اما از مقایسه این دو کار می تونیم به اصالت و تاثیرگذاری صدای پرتو پی ببریم. عشق آشنایی پرتو با ریتم و ضرب باعث شد اون خیلی از کارها رو ضربی بخونه، چرا که در دوران مدرسه موسیقی نواختن تنبک رو هم آموخته بود. صداش حجمی فراتر از حجم صدای خوانندگان زن موسیقی داشت، صدایی که در مقاطعی بسیار شبیه صدای بانوی دلکش بود و هیبت و هیمنه‌ای داشت که بعدها گفته شد حتی دلکش هم از هواداران صدای پرتو بود و به او لقب دلکش ثانی داده بودند. ترانه عشق خود هاشا مکن چنان مورد استقبال قرار گرفت که تو همون سال 90,000 صفحه گرامافون از این ترانه به فروش رسید. زمانی که رادیو 24 ساعته شد، پرتو به همراه مرضیه، هایده و مهستی در زمره خوانندگانی قرار گرفت که در ماه حداقل 4 آهنگ برای اونها ساخته میشد. پرتو از خوانندگانی همچون مهستی، همیرا، هایده، رامش و اهدیه بود که مانند خون تازه به رگهای برنامه گلهای رادیو ایران کشف شدند. ولی پرتو هم مانند بانو رامش بعد از مدتی همکاری کوتاه با این برنامه به موسیقی پاپ اون روزگار، یعنی نیمه دوم دهه 40 ملحق شد. موسیقی پاپ ایرانی تو نیمه دوم دهه 40 رو میتوان پاپ ارگی هم نامید، چون انوشیروان روحانی تو اون زمان ساز ارگ رو به ایران آورده بود و این ساز در موسیقی پاپ اون دوران تا سالهای نخستین دهه 50 ایران گیر شد. بانو پرتو به همراه رامش، گوگوش، گیتی پاشایی، بهشته، راشین، تیلا، مهتاب از نسل اول زنان پاپ ایرانی بودند که از این فهرست تنها 3 نفر از اونها از جمله گوگوش، رامش و گیتی خواستن یا تونستن خودشونو با موزیک پاپ ایرانی هماهنگ کنن. ولی دیگران از جمله پرتو تو نیمه راه موندن یا خود خواستن و کنار رفتن. و تو نیمه دهه 50 زنانی چون دینامیک، لیلا فروهر، شهره سلطی، نوشافرین، نلی و بتی نسل دوم زنان پاپخوان ایران بودند و در این حال بانو پرتو با رامش و امیر رسایی یکی از خوانندگان همیشگی برنامه‌های هنر برای مردم بود. برنامه‌ای که به نوعی زنده و رایگان و برای مردم پایین شهر که دسترسی به کاواره نداشتند، در جاهای مختلفی از شهر از جمله ورزشگاه امجدیه و کاخ جوانان منیریه برگزار می‌شد و همزمان هم از رادیو پخش می‌شد. ترانه‌ای دو صدایی با امیر رسایی و پرتو که تو زمان خودش بسیار پرفروش هم بود به نام فالبین، سبکی به نوعی پاپ مردمی از ساخت‌های زنده یاد ایرج طاهری است. پرتو برخلاف بسیاری از خوانندگان دیگه که همزمان با انقلاب یا چند ماهی بعد از اون به غرب مهاجرت کردند، ترجیح داد تو ایران بمونه، در حالی که زمان انقلاب فقط 36 سال سن داشت. ممنوعیت صدایی زنان او رو هم مانند بسیاری از خواننده‌های دیگه به حاشیه برد، طوری که بعد از گذشت 44 سال از انقلاب تقریبا نام و خاطرات او به مدفن تاریخ پیوستند. هرچند که به مدد فضای مجازی بار دیگه ترانه هاش از دل تاریخ بیرون اومد و گوش ایرانیان و فارسی زبانان علاقه‌مند به ترانه های خاطره انگیزش رو نوازش میده. بانو پرتو در سالهایی که پا به سن گذاشته بود، تنها دلخوشیش دور همی هنرمندان قدیمی همچون فروزان، ایرنج، رنگیز طباطبایی، نیلوفر با مدیریت پوری بنایی بود. بانو پرتو در تاریخ 7 تیر ماه 1400 بر اثر سکته قلبی در خانه سالمندان کهریزک از دنیا رفت. روحش شاد و یادش ماندگار.